نگین آماده شروع کنی؟ بله. من کلن تو بچگی خیلی عروسک داشتم، ولی یه دونش خیلی واسم خاص بود. من ساکت مظلوم لقب خاصی نداشتم. نگین آلتونی هستم، 22 سال سن دارم. اون حس بالا رفتنه، بالا بودنه و بالا موندنه رو واقعا دوست داشتم. ولی من واقعا دوست داشتم دندون پزشک بشم، ولی خب متاسفانه به خاطر شرطی که تو اردوان بودش بهش نرسیدم. اولش ژیمناستیک شروع کردم، من 6 ماه ژیمناستیک کار کردم، بعدش وارد کارته شدم. من خیلی زود به نتایجی که خواستم رسیدم. سال 94 بودش که من برای اولین بار به اردوی تیم ملی دعوت شدم. نوجوانان بودم که من اونجا هیچ تجربه ای نداشتم. از اینکه مثلا میدیدم که تمریناتم خوبم ولی مسابقه رو نتونستم خوب اجرا کنم خیلی ناراحت شدم. حدودا 4 ساعت از شبانه روز یا 3 ساعت از شبانه روز میخوابیدم، درس میخوندم، باشگاه رو هندل میکردم و زبانم میخوندم. مشکلات خب خیلی هستش، امکاناتی که ما باید برخوردار باشیم، یا اینکه مثلا هزینه هایی که در کنار ورزش حرفه‌ای که داریم باید یه شغل داشته باشیم، خیلی مشکلات هستش، ولی هیچ وقت نمیذارم مانع شه. تو ورزش واقعا ما الان درآمد خاصی نداریم. تنها کسی بودم که 3 دور اومدم بالا، ولی متاسفانه حذف شدم، به مکزیک باختم. خیلی بد بود واقعا، من 2-0 عقب بودم و یه طورایی همه ناامید شده بودن. یه لحظه تو زنم تکنیکی رو که اجرا کردم اوراماواشی زدم و 4 تا پرچم داشتم و تونستم بازیمو برگردونم، فینالم رفتم. تنها بازیه که من عقب نیافتادم فینالم بود، خدا رو شکر که میتونم اینطوری جبران کنم و بازیو برگردونم. یه نوشته‌ای که داشتم حدوداً یه سال قبلش من به خودم گفته بودم و نوشته بودم که من مدال طلای آسیا کسب سهمیه و مدال المپیک رو باید کسب کنم و همینم شده. و همونجا بودش که به خودم گفتم واقعاً دمم گرم. اگر ما توجه بیشتری میشد، اعزامای مختلف رو میرفتیم، قطعاً میشد نتیجه بهتر از این رو گرفت و الان یه جایگاه دیگر رو داشتیم. بس همین لحظه که دوربین هامو خاموش میشه، برات آرزو دارم بهترین ها رقم بخوره و به تمام آرزوهات در آینده برسی.